جواب ترکیه به هشدار رهبر ایران، ترامپ دست روی دست گذاشته بود و اشغال کنگره رو تماشا میکرد. تهدید چین درباره سفر مقامات آمریکایی به تایوان، حمله مرگبار پلیس در ریو، بریتانیا به سمت سختگیری‌های بیشتر برای مسافران قدم برمی‌داره. اینها بیشتر همه در روزنامه‌های جهان. سلام. این هفته در نشست رئیس جمهوری ترکیه با رهبر جمهوری اسلامی در تهران، آنچه برای بسیاری برجسته بود صحبت‌های هشدارگونه علی خامنه‌ای درباره سوریه بود. او حمله نظامی به شمال سوریه را به زیان ترکیه و منطقه خواند. اشاره به برنامه رجب طیب اردوغان برای ایجاد یک حصار 30 کیلومتری در شمال سوریه با عقب راندن نیروهای کرد. اما اینطور که دیلی نیوز ترکیه نسخه انگلیسی حریت در بالای صفحه تیتر زده، ترکیه برای عملیات در سوریه به اجازه کسی نیاز نداره. این گفته وزیر خارجه است. به نوشته روزنامه، مولود چاوشوغلو در صحبت با تلویزیون دولتی گفته آنکارا با متحدان و قدرت‌های منطقه درباره موضوعات مختلف مشورت می‌کنه، اما هرگز به دنبال گرفتن اجازه نیست. و در گذشته هم ایران و روسیه مخالف این گونه عملیات بودند، اما ترکیه کار خودش رو کرده. در آمریکا نیویورک تایمز بالای صفحه کنار عکسی از کمیته ویژه مجلس نمایندگان برای بررسی وقایع 6 ژانویه عنوانش هست شاهدان از خودداری ترامپ در متوقف کردن شورشیان گفتند. 6 ژانویه 2020 روزی بود که هواداران دونالد ترامپ در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به ساختمان کنگره حمله کردند. در جلسه این کمیته شاهدان شهادت دادند که به رغم درخواست شماری از اطرافیان و حتی اعضای خانواده که آقای ترامپ از مهاجمان بخواد ساختمان کنگره را ترک کند، او ساعت‌ها در دفترش نشست و فقط نظاره‌گر بود. به نوشته مقاله، نهایتاً وقتی مهاجمان عقب رانده شدند، آقای ترامپ در سخنرانی‌اش گفت اعتراض آنها به حق است، اما بهتر است به خانه برگردند. موضوع گاز وارداتی از روسیه یک موضوع حیاتی در آلمانه. تاگس شپیگل زیر عکس رهبر کرملین عنوانش هست بازی ریاکارانه پوتین. به نوشته روزنامه، پس از 10 روز تعطیلی خط لوله گاز نورد استریم 1 دوباره به راه افتاد، اما با همان میزان پیش از تعمیرات که فقط 40% ظرفیت بود. اروپا نگرانه روسیه بخواد صادرات گاز رو به گروگان بگیره. این واکنش وزیر اقتصاد. مطلبی رو که همچنان مایلم بگم و از ابتدا توضیح دادم اینه که روسیه پوتین به یک تامین کننده نامطمئن انرژی تبدیل شده و ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که این 40% گازی که امروز شاهدش هستیم در آینده هم ادامه خواهد داشت. در واقع روسیه داره از قدرت بی نهایت عظیمی که ما بهش دادیم برای باجگیری از اروپا و آلمان استفاده میکنه و هر روز داره ثابت میکنه که تامین کننده مطمئنی برای انرژی اروپا نیست. در ایتالیا ماریو دراگی استعفانامه‌اش رو تقدیم سرجیو ماتارلا رئیس جمهوری کرد و با این حساب اینطور که کوریر دلا سرا بالای عکسی از این دو تیتر زده، ایتالیا 25 سپتامبر پای صندوق رأی خواهد رفت، یعنی 2 ماه دیگه. انتخاباتی که هم پس لرزه‌های داخلی خواهد داشت هم خارجی. بعضی رهبران سیاسی راستگرای ایتالیا رابطه نسبتاً گرمی با کرملین داشتن و ممکنه حفره‌ای در اتحاد اروپا مقابل روسیه ایجاد کنه. احتمال اینکه دولت بعدی ایتالیا چرخشی تند به راست کنه زیاده، چون در نظرسنجی‌ها هم بخت جیورجیا ملونی از حزب برادران ایتالیا بالاست تا اولین نخست وزیر زن ایتالیا بشه و هم شانس ماتئو سالوینی از حزب لگا که مواضع ضد مهاجرینش به او شهرت زیادی بخشیده. در بریتانیا حدود 1.5 ماه مانده به انتخابات درون حزبی محافظه‌کارها برای تعیین رهبر و نخست وزیر آینده، گاردین بالای صفحه تیتر زده با پیشی گرفتن تراس در نظرسنجی، سوناک موضع تهاجمی میگیره. بنوشته روزنامه، ریشی سوناک که وعده داده فعلا مالیات ها رو کم نکنه، طرح لیز تراس رقیبش که گفته مالیات ها رو کاهش میده رو بی‌مسئولیتی خوانده و گفته دولت رو مجبور خواهد کرد مخارجش رو کم کنه و در نتیجه هزینه مردم بالا میره. آخرین نظرسنجی نشان میده در میان حدود 200,000 رای دهنده حزب محافظه‌کار، 60% حاضرن به لیز تراس رای بدن و 40% به ریشی سوناک.
در برزیل، فولیا د ساو پائولو، زیر عکسی از یک فرد کشته شده در عملیات پلیس تیتر زده این عملیات در ریو دست کم 18 کشته به جای گذاشت. ریو دو ژانیرو شهری در محاصره تعداد زیادی شهرک های فقیر نشین. این شهرک ها به فاولا معروفند و باندهای تبهکار هم معمولا در اونجا پناه میگیرند و فعالیت میکنند. هر از چند گاه هم نیروهای امنیتی بسیج میشند و به یکی از این فاولا ها یورش میبرند. به نوشته روزنامه این بار هم ماموران پلیس و سربازان به یک فاولا در شمال ریو حمله کردند و در درگیری که رخ داد دست کم 18 نفر کشته شدند. پلیس میگه هدف متلاشی کردن باندی بوده که از بانک ها سرقت میکردند و خود رو میدوزیدند. این عملیات معمولا با اعتراض مردم محل روبرو میشه. گروه های حقوق بشر هم پلیس رو متهم میکنند که به قصد کشت وارد این شهرک ها میشه. روزنامه چینی ساوت چاینا مورنینگ پست عنوان اولش هست هشدار بیجینگ یا پکن به آمریکا که دیدار پلوسی از تایوان با اقدامی همراه با زور روبرو خواهد شد. این هشدار وزارت خارجه چینه به خبر سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا. چین که تایوان رو بخشی از خودش میدونه سفر مقام‌های ارشد آمریکا به این جزیره رو نقض حاکمیتش قلمداد میکنه. از خانم پلوسی پرسیده شد آیا این هشدار تهدیدآمیز نگرانش کرده و ممکنه سفرش رو لغو کنه؟ من فکر میکنم مهمه که ما نشون بدیم از تایوان حمایت میکنیم. همچنین من فکر میکنم هیچ کدوم از ما هرگز نگفتیم که طرفدار استقلال تایوان هستیم. تصمیم در این مورد به مردم تایوان مربوط میشه. من هرگز در مورد برنامه سفرام صحبت نمیکنم. این یه موضوع ملی و امنیتیه. شما هرگز حتی از من نمیشنوید که میخوام برم لندن، چون این یه موضوع امنیتیه. بنابراین من در موردش صحبت نمیکنم. عکسی که ساوت چاینا مورنینگ پست بالای صفحش انداخته ادای احترام مردم در اوشن پارک هنگ کنگ مقابل بنای یادبود آن که مسنترین پاندای جهان در اسارت بود و در 35 سالگی درگذشت. مقامات پارک گفتن او بیمار بود و غذا نمیخورد. آن هدیه چین بود به هنگ کنگ 23 سال پیش وقتی بریتانیا این جزیره را به چین واگذار کرد. سازمان ملل متحد گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده. گزارشی که سخنگوی طالبان غیرواقعی و تبلیغاتی خوانده. گاردین خلاصه از اون رو منتشر کرده. سازمان ملل از گستره نقض حقوق بشر تحت حکومت طالبان پرده برداشته. از قتل 160 نفر از مقامات حکومت پیشین و نیروهای امنیتی گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه و ده‌ها مورد شکنجه. روزنامه با استناد به گزارش سازمان ملل میگه افغانهایی که به اتهامات موسوم به جرایم اخلاقی مثل روابط جنسی خارج از ازدواج متهم میشن با مجازاتهای غیر انسانی روبرو میشن، حتی به قتل میرسند. گزارش اذعان میکنه با اینکه روی کار آمدن طالبان و متوقف شدن جنگ داخلی در بیشتر مناطق مرگ و میر غیر نظامیان کاهش پیدا کرده، اما حکومت نتونسته امنیت شهروندان به خصوص اقلیت‌های مذهبی و نژادی رو به خوبی تامین کنه. دست کم 700 غیر نظامی جانشون رو از دست دادند. در گزارش سازمان ملل همچنین آمده زنان و دختران افغان از بیشتر ابعاد زندگی روزانه کنار گذاشته شدند و در دبیرستان‌ها و ادارات دولتی دیگر دیده نمی‌شوند. وضعیت زنان و به ویژه سلامت آنها در گزارشی در وال استریت جورنال آمده. فشار بر مراقبت‌های بهداشت زایمان در حکومت طالبان. به نوشته روزنامه افغانستان پیش از روی کار آمدن طالبان هم یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادر و نوزاد را داشت، اما میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری آمریکا و متحدانش باعث بهبود وضعیت مادران و نوزادان شده بود. حالا در سایه بحران گرسنگی، خروج متخصصان از کشور و محدودیت‌های روزافزون بر زنان این پیشرفت‌ها داره رنگ می‌بازه. ممنوعیت تحصیل دختران هم مزید بر علت شده. برآوردهای سازمان ملل نشان میده پارسال در افغانستان نزدیک به 10% از نوزادانی که زنده به دنیا آمده بودند پس از تولد جانشون را از دست دادند. رقمی که احتمالاً بیشتر هم هست، چون بسیاری از زنان در خانه زایمان می‌کنند. گرسنگی کشیدن مادران باردار هم باعث افزایش عوارضی مانند زایمان زودرس و وزن کم نوزاد شده.
بریتانیا میخواد کنترلش بر مرزها رو افزایش بده تا از ورود مجرمان جلوگیری کنه. دیلی تلگراف خبرها کار کرده مسافران خارجی با بررسی پیشینه کیفری به سبک آمریکایی روبرو خواهند شد. از سال آینده پیشینه کیفری همه مسافرانی که مقصدشون بریتانیا است پیش از سوار شدن به هواپیما بررسی میشه، از جمله اونهایی که از اتحادیه اروپا اینجا میان. اطلاعات کاری، شخصی و بیومتریک افراد با یک پایگاه اطلاعاتی که دارای فهرست افراد تحت تعقیب و دارای سابقه کیفری است مقایسه میشه. وزارت کشور بریتانیا میتونه از ورود بعضی مسافران جلوگیری کنه. از کسانی که دارای سابقه حبس بیش از یک سال هستند تا اونهایی که جرمی رو چند بار مرتکب شدند و افرادی که خطرناک تشخیص داده میشن. بریتانیا برای این طرح از تدابیر سختگیرانه آمریکا که پس از حملات 11 سپتامبر پیاده شده بود الگو برداری کرده. متشکرم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما دوشنبه. اینم تصاویر روز.